بدون پرتغال دیگه سراغ سخنرانی صالح نجفی. عدالت جبباریت برابری پیچیده. اول سمون خسته نباشید، بحثتون طولانی شده و امیدوارم بحث من دیگه خستگیتون رو دامن داغل نزنید. من در واقع پرسش برابری رو مطرح میکنم و اصلا اطلاع بگم از سه منظر در واقع به این سوال هستی که در هر فعالیت سیاسی یا مبارزه سیاسی ها بحثی که راجع به سازماندهی عادلانه تر جامعه مطرح میشه که عموما واقعا بر خود محور برابری میگرده، سه جواب این سوال میدن و با یه دروازه که از همون ابتدا دامن همه کسانی که فعالیت میکنن برای تحقیق برابری رو میگیره. این سوال رو من به نقل طرح میکنم که مایکل والزر در سالهای ابتدایی دهه 80 میلادی مطرح کرد و به سوال هم سازه این بود، این که همه کسانی که در راه برابری مبارزه میکنن یا زبون خودمون بگیم سنگ برابری رو به سینه میزنن، همین که سازماندهی میکنن یا جنبشی به راه میندازن و بعد تقسیم کار میکنن، به همون آرمانی که در راهش دارن مبارزه میکنن خیانت میکنن. یعنی چرا کسانی که از برابری دم میزنن در راهش پیکار میکنن، اونها خودشون به شکل‌های مختلف به نابرابری ها دامن میزنن. این سوال در اوایل دهه 80 به این عنوان به این شد دلیل حادتر بود که تقریبا همه پذیرفته بودن ما بدیلی برای نظامی که بر نابرابری ها مقدم ساختاری جامعه است اونجا که خب باید نابرابری به عنوان امر طبیعی بپذیریم، چون هر تلاشی برای رفع نابرابری ها به دیکتاتوری، به استبداد، به جباریت یا به شکل های مختلف از نفی نابرابری مجدد یا دامن زدن به نابرابری ها ختم میشه. به این سوال میشه سه رو جواب داد. جواب اول رو از قول مایکل والزر براتون خواهم گفت که در همون دهه 80 مطرح کرد و بر مبنای تابعی یک تصوری از برابری بنا شده بود که برابری یک آرمان میگرفت و میگفت که خب این آرمان از یک طرف جذابه، از طرف دیگه ناممکن به نظر میرسه و ناممکنیش همون کسانی که در باش کار میکنن ثابت میکنه. ایده مایکل والزر اینه که باید تعریف برابری رو تغییر داد و برای تغییرش به جای برابری ساده یا اون چیزی که شما به شکل تحت و لفظی از این مفهوم میفهمید، برابری پیچیده رو پیشنهاد کرد. ریشه این فلسفی این تعریف نو از برابری یا برابری رو تبدیل به برابری پیچیده کردن در گفتار او متکی بود بر دو نقل قول از تفکرات پاسکال و یه نقل قول از نوشته‌های جوانی مارکس. اون دو رو براتون خواهم خوند و بعد پیشنهاد عملی مایکل والزر. جواب دوم که بررسی خواهم کرد اگر فرصت بدیم فرصتی داشته باشیم و شما هم تحمل کنید، جواب ایست که باز در همون دهه 80 فیلسوف رادیکال فرانسوی مطرح کرد و او در جواب این سوال که چرا این برابری مبارزان خودش رو به تناقض میکشونه، مشکل اصلی رو در این دونست که ما برابری رو اساسا آرمان میخونیم، برابری آرمان نیست. طبق ادعای ژاک رانسیر فرانسوی برابری یک اکسیومه، یک اصل موضوعه. جواب دوم هم به وقتش کمی در موردش حرف میزنیم، اجابتا میشه اینطور خلاصه کرد جواب رامسیر رو. به دعای رامسیر ما چیزی به اسم هرون اکوالیتی نداریم، برابری چیزی نیست که آدم ها ازش برخوردار باشن. ما فقط دوین اکوالیتی داریم، یعنی فقط عمل کردن به برابری داریم. باز به زبان ملموس‌تر برابری فقط از طریق مبارزه در راه برابری تحقق پیدا میکنه و هیچ شکل دیگه برای تحقق برابری به عنوان آرمان یا رسیدن به اون وجود نداره و بنابراین باید برابری رو پیشفرض هر پیکاری، هر کنش به معنی عام کلمه راه بخش گرفت. پس جواب اول برابری به عنوان آرمان مطالعه میکنه، جواب دوم برابری به عنوان اکسیوم در حقیقت ما این دورهای قرار میده. جواب سوم رو از آدم بادیو اخذ فهم کرد و او برابری رو رکن اصلی ایده ابدی عدالت توی هر گونه سیاستی که
به معنی دقیق کلمه تعریف بشه، یعنی تلاش جمعی همکنش هم تفکر برای سازماندهی جامعه عادلانه‌تر، برابری به عنوان یکی از ارکان این ایده ابدی تعریف میشه و اون ایده خود ایده مرکبه. بنابراین توی تعریف سوم یا جواب سوم برابری رو نه آرمان میگیرید نه اکسیوم، برابری ایده است مرکب زبوقی آرمان و اکسیوم و تو قسمت پایانی در اون ایده رو سعی کنم بسته ده. برای توضیح ایده اول میشه از یه مسئله شروع کرد که خب چون خودم بیشتر مترجم بودم، همه کسانی که تو ایران در فلسفه سیاست قلم میزنن یا ترجمه میکنن بهش بر میخورن، از جریان های لیبرال چپ بگیرید تا جریان های چپ یا هر کسی که خلاصه با این متون سر و کله میزنه، میتونه یه کلمه مسئله دار توی این متون وجود داره و اون کلمه گودزه. خیلی که سادش بکنیم میفهمید که معمولا وقتی مترجم به واژه بود به حالت صیغه جمع برمیخوره، میدونه که نمیتونه اونو سریع بگه خیرها، مجبوره این بگه که این بود عموما کنار سرویسز قرار میگیره، یعنی میشه کالاها و خدمات. در ناخودآگاه فکر کردن ما این قضیه موثره، یعنی ما هر وقت که به بود و سرویسز فکر میکنیم داریم به خیرها فکر میکنیم در کنار خدمات قرار میگیره و خیلی واقعی در یه مشت کالاه، یه مشت اجناسه که ما با هم مبادله میکنیم یا خرید و فروش میکنیم. ترجمه های یک کمی با حسن تعبیر بیشتر موقعی که مثلا معنای متفکرانی مثل رابز رو بهش در میخورید به شما بعضی وقتا میگن پرایمری گودز رو ترجمه کنید به امکانات اساسی، امکانات اولیه، دیگه دخلی هم به بود نداشته باشه. مثلا در مورد این متون این بود که هرکی کلمه بود رو میشنید مقابل ایول میذاش و میگفت خب این خیلی شره، یعنی بحث ظاهرا باید الهیاتی باشه، یا حتی اگر در از فراشوش هم صحبت میکنیم بازم منظور خیر و شره و نبت نیک و بد که به غلط روی فارسی ترجمه شده. از اون طرف گودها دائما شما رو میگارن توی فضای کالاها در کنار خدمات قرار میگیره. خیلی ساده حرف واضح اینه که یعنی دوام از کتاب حوزه‌های دولتش استنباط میکنم، این که جامعه سرمایه‌داری جامعه است که تمام گودها رو یا اصلا خود مفهوم گود رو مستحیل میکنه در مفهوم کالا، یعنی چیزی خیر است یا به صلاح ماست یا به دردمون میخوره، یعنی میتونیم بگیم که به درد نخور نیست که بشه مبادلش کرد، فروشش کرد یا یه جوری در اون تبدیل به کالاش کرد. ما که بازه پیشنهاد اولیش اینه که یه مفهوم برابری از برابری ساده خارجش کنیم، همونجور که بهتون گفتم دو فقره از نوشته های پاسکال و مارکس رو کنار هم میذاره و بر اساس اون دعوی ترکی از جباریت پیشنهاد میکنی که با به شکل سردی دعوی اشاره داره به مفهوم برابری پیچیده نه برابری ساده. جمله‌ای که براتون میخونم جمله‌ای پاسکال. پاسکال میگه ماهیت جباریت میتونیم اینطور تعریف کنیم، جباریت یعنی خواهش تسلط بر کل جهان و اون هم بیرون از حوزه خاص خودش. مثالی که پاسکال میزنه خیلی معلومه، بازم براتون میخونم. اون میگه ما در جهان واقع دسته‌های گوناگون داریم، تنومندان، زیبارویان، هوشمندان، پرهیزکاران. هر کس به جای خود سروری دارد و نه در جای دیگر، اما گاهی افراد به هم برمیخورند. تنومندان و زیبارویان برای رسیدن به فرادستی با یکدیگر پیکار میکنند. چهلوانه چرا که نوع فرادستیشون با هم متفاوت، اونها همدیگر رو بد میفهمن یا دچار این اشتباه میشن که هر یک قصد سلطه یافتن و همگان رو داره. هیچ چیز در این جنگ به کف نمیاد، نه حتی قدرت و توانایی، چرا که توانایی در مملکت خرد ناتوان است. جباریت بنابراین گزارهای ذیل، این میشه تعریف جباریت، گزاره ذیل هم کاذبند و هم حاکی از جباریت. من زیبارویم پس باید به من احترام بگذارن، من تنومندم پس باید من رو دوست بدارن، من فلانم پس و بس الهازا. خب اینها چیزهاییست که او به عنوان گزاره های جبارانه و کاذب معرفی میکنه. جهان امروز البته جهان صدق فقط همین گزاره هاست، یعنی جایی که مشاهیر رسانی یا مون به صلاح سلبریتی ها در مورد همه چی تصمیم میگیرن، هم سرنوشت انتخابات ها، هم کارهای انسان دوستانه، هم اعتراض سیاسی، فعالیت اجتماعی. خب میفهمید که این مفهومی که پاسکال از کلمه میفهمه جباریت محض خیلی هم طبیعی و خوشایند هم ما تجربهش میکنیم. تعریف موجز پاسکال از جباریت اینه، جباریت یعنی خواسته تصاحب چیزی با وسیله که فقط با وسیله دیگر میتوان اون رو به دست آورد. ما تکالیف مختلف رو وامدار
صفات مختلفیم. عشق واکنش مناسب است به دلربایی، ترس به تنومندی، باور به دانایی. شبیه استدلال شما در نوشته‌های جوانی مارکس هم بهش برمی‌خورید. من تکی از دست نوشته‌های اقتصادی فلسفی مارکس در 1844 رو برتون می‌خونم. مارکس می‌گه فرض کنیم انسان باشه و فرض کنیم رابطه او با جهان رابطه انسانی باشه. اونگاه عشق رو فقط با عشق می‌توان معاوضه کرد، اعتماد رو با اعتماد و باز از همین برای بیاسته گیرید. اگر آرزو دارید از هنر محظوظ شوید، باید که تعلیم هنری دیده باشید. اگر آرزو دارید سخنتان در دیگران نافذ باشد، باید کسی باشه که به واقع تأثیری انگیزنده یا برانگیزنده بر دیگران داشته باشد. اگر عشق می‌ورزید بیان که متقابلا عشقی برانگیزید، یعنی اگر قادر نیستید با ابراز عشق خویش مشهور به دیگری شوید، اونگاه عشق شما ناتوان است و مایه شوربختی. این دو استدلال ساده به نظر متوازن دو تا ماده خوب در دست نظریه میده، یکی برای تعریف ملموسی از جباریت و یکی برای تعریف تازه از برابری که اسمشو برابری پیچیده میذاره. متوازن میگه که ما در واقع بودهای مختلف داریم. بودهای مختلف رو میتونیم ترجمهش کنیم به نعمتها یا موهبتهای اجتماعی که همشون هم تعریفهای جمعی یا اشتراکی داریم یا بر اساس استنباطهای جمعی ما تعریف میشن. هر موهبت یا هر نعمت اسفیری رو تعریف میکنه، حوزه این رو، و در حقیقت عدالت میشه توزیع برابر اون بود یا اون نعمت خاص در حوزه خودش. اگر که شما این حوزه ها رو مرزهاشو به هم بزنید یا کسانی که در فلان حوزه هستن تعیین تکلیف کنن در باره نعمتی که در حوزه دیگه تعریف شده، این میشه جباریت، خواهش سلطه، و سیاست میشه هنر مرزکشی یا مرزها رو مدام تعریف کردن. من که بحث معلوم چه با به وضعیت تاریخی ما معلوم شده، سه مثال برای این حوزه ها میزنیم. کتاب حوزه عدالت تعریف تاریخی و انزمانی و بحث انزمانی مفصل در مورد همین حوزه هست. سه حوزه که به درسته ما مربوط میشه، باطن یکی حوزه سیاسته، یکی حوزه دینه و یکی حوزه بازار. واضح خب یه لیبرال چپ محصول میشه توی دهه 80، میگه در حوزه سیاست نعمت اصلی قدرت سیاسی است، در حوزه دین نعمت اصلی فیض الهی است، و در حوزه بازار نعمت اصلی کالا و پوله. در جامعه سرمایه‌داری همونجور که مارکس به خوبی نشون داده بود، بازم در دستنوشته ها پول تبدیل میشه به یه پاانداز جهانی که توی تمام حوزه ها مطرحیت داره و حرف اول آخر رو میزنه. و جامعه سرمایه‌داری جامعه ایست که جباریت کالا و پوله. در همه حوزه ها شما مشغول کالا سازی یا محوریت بخشیدن به پولی. در حوزه دین قاعدتا فیض الهی باید که حرف اول آخر رو بزنه، و در اونجا خب گناه اصلی یا کار ناعادلانه اصلی اینه که خب شما فرضاً خرید و فروش کنید مقامات کلیسای مناسب دینی رو، و خب این لاغو میشه شهری که در حوزه دین تعریف میشه. اما قضیه اینه که هر کدوم از اینها جباریتشون یه ظهور سیاسی داره، یعنی بحثی که خب شاید واضح کنن تا پیش نمیبره. جامعه سرمایه‌داری جامعه ایست که کالا و پول رو به بقیه حوزه‌ها تسری میده. منطق اداره جامعه یا سازماندهی جامعه بر این اساس میشه اولیگارشی مالی، اولیگارشی رسانه‌ای و انواع اقسام اولیگارشی‌ها، یعنی همه کسانی که مالکانن. و حوزه دین وقتی تبدیل به جباریت بشه، قاعدتاً تجلی سیاسیش میشه تئوکراسی، چیزی که ما دیگه حداقل یه 3-4 دهه هست که درگیرش هستیم، نه به طور مطلق ولی خواهم گفت چرا. و حوزه سیاست قاعدتاً وقتی که قدرت سیاسی به عنوان موهبت اصلی یا نعمت اصلی تعریف بشه و بر اون اساس شما تکلیف کنید برای حوزه‌های دیگه، نتیجهش میشه به اصطلاح توتالیتاریسم. در تاریخ قرن 20 و حالی که به قرن 21 رسیدیم، فکر میکنیم که تکلیف رژیم های توتالیتر روشن شده، چون رژیم های توتالیتر دقیقا همون رژیم هایی بودن که علیه نابرابری ها می جنگیدن. در واقع نابرابری هم کاملا طبیعی است و رقابت اصلا نابرابری به وجود میاره، و شما راه منطقی تر و معقول تر و حتی طبیعی تری برای سازماندهی جامعه غیر از محوریت بخشیدن به رقابت ندارید.
خب ظاهرا پس ما توتالیتاریسم دیگه با مفهوم نداریم غیر از کشوری که خب سردمداران دیوانن و همیشه مثال زده میشه، یعنی کره شمالی. توکراسی هم ظاهرا دیگه نباید داشته باشیم چون دیگه عصرش به سر اومده. ما به شکل تاریخی ثابت کردیم که امکانش هست، ولی اینکه چرا امکانش هست، علتش اینه که تمام رژیم های موجود توی کسی مشترکن، اینکه همشون به یک بخشی از به یک شکلی از اولیگارشی تن سپردن. بنابراین میتونیم بگیم ما توی وضعیت تاریخی خودمون با هر سه فرم درگیریم، یعنی هم با توکراسی، هم با اولیگارشی و هم با توتالیتاریسم. این یعنی پیچیده ترین جامعه که میتونید درش از برابری و مبارزه برای برابری صحبت کنم. من بحث واضح رو اینجا رها میکنم چون فکر میکنم اگر واضح بحث خودش رو تا اینجا پیش میبرد باعث میگفت که خب نظریه حوزه‌های عدالت، یعنی که مواظب باشیم مرزهای بین این حوزه‌ها زیر پا گذاشته نشه یا حوزه‌ها در کار هم دیگه مداخله نکنن، این اصل به سر اومده. چون میتونیم بگیم که همه جای دنیا سرمایه‌داری و اولیگارشی وجود داره و سرمایه‌داری قدرت یا میل ترکیبی منحصر به فرد در تاریخ داره، میتونه با دون ترکیب شه، میتونه با دیکتاتوری ترکیب شه، میتونه چین کمونیست رو تبدیل کنه به وحشتناک‌ترین شکل سرمایه‌داری معاصر، کشور ما رو هم میتونه تبدیل کنه به شکلی از ترکیب سرمایه‌داری دین به خاطر وجود نفت و حالا باقی بحثا که دیگه همه باهاش آشنا هستید. من برای قسمت دوم از نظریه رانسیر کمک میگیرم. رانسیر میگه که در مورد برابری وقتی حرف میزنیم مشکل اینه که اصلا برابری یک آرمان تعریف میکنیم. وقتی آرمان میگیریدش، هر گامی که برمیدارید به سمت این آرمان باز نابرابری هایی رو بازتولید میکنه. به این جهت بایستی در هر مبارزه رهایی بخشی برابری رو اکسیوم یا اصل موضوع یا با مسامحه پیشفرض گرفت و موضوع برابری به این ترتیب میشه مشارکت هر سوژه در برابر ساختن خودش با دیگران. به این ترتیب برابری موضوع یک فرایند سوژه سازی است. در جهان لیبرالی امروزی در گفتارهای مسلط شما برابری رو با فردیت پیوند میزنید و خب این فرایند سوژه سازی متفاوت با فرایند فردیت بخشی و خب این همون چیزی بود که رانسیر ازش به عنوان تفکیک بین داشتن برابری و عمل کردن به برابری صحبت میکنه. در نظریه رانسیر شما دو تجلی برای برابری دارید، تجلی سلبی یه تجلی ایجابی. تجلی سلبی به ما میگه هیچ دلیل خوب یا موجهی برای اینکه یه تقسیم پایدار بین کسانی که حق حاکمیت دارن و کسانی که بایستی محکوم باشن، یعنی با تابع حاکمان باشن، وجود نداره. این تجلی سلبی برابری است. بنابراین هر بحث کارشناسی یا هر بحث صاحب نظرانه در مورد سیاست روش اداره جامعه اونها، اینها همشون طبقا نافی اصل موضوع برابری است. تجلی ایجابی هم برای این قضیه رو معرفی میکنه، اینکه در تجلی ایجابی شما فرض رو برای این قرار میدید و این یه گزاره تجربی یا بر اساس سنجش آی کیو ها نیست، فرض رو برای این قرار میدید که همگان دارای هوش برابرن و این معنیش در سیاست اینه که هر کسی ظرفیت برابر یا توانمندی برابر داره برای مشارکت در اداره جامعه. تنها شکل قابل دفاع اداره جامعه یه جور میتونید حتی بگید حکومت آنارشیکه، یعنی شما فقط بر اساس قرعه کشی میتونید حاکمانتون رو انتخاب کنید. و تجربه تاریخی هم حتی رانسیر رو تا حد زیادی تصحیح میکنه، اینکه شما انواع اقسام برنامه‌ریزی هایی که برای انتخابات میکنید، برای اداره جامعه، اداره درست جامعه، دموکراتیک جامعه میکنید، در دو حالت اصلیش یعنی کشور ما و امریکا نتایج رقت انگیز و مضحک و البته گروتسک داشته. در پیشرفته ترین و آزادترین جامعه دنیا از دلش ترامپ در میاد و در کشور ما که پشت سر هم در واقع همه سورپریز میشن یا همه مشغول قوقا کردن در عرصه سیاست. گام سوم که برای بحث برمیدارم با بحث یواش یواش میگم ببندیم، برمیگرده به نظریه آدام بادیو و ماجرا خیلی ساده اینه. شما در مورد برابری توی هیچ کدوم از گفتارهای موجود درست نمیتونید صحبت کنید. علت اینه که اصلا ما از سیاست تعریف دو تعریف داریم، نگیم تعریف غلط و درست. تعریف اول سیاست که میتونید بگید ریشه های تا اندازه ارسطویی داره اینه که مسئله در سیاست بر سر تسخیر قدرت دولتی و اعمال قدرت دولتی است. این یعنی بایستی جامعه رو به شکل رئالیستی بر اساس هر بار یه دالی رو برجسته
وصل کردن یه دور امنیت، یه دور آزادی، یه دور برخورد ادغام در نظام تجارت جهانی و هر چیز دیگه. ولی شما بایستی راه های اداره رئالیستی قدرت دولتی رو طراحی کنید و در بهترین حالت فعالیت سیاسی در انحصار گروهی در میاد که باید بگید کارشناس هن، تکنوکرات هن، یا به هر ترتیب دیگه بلدن، یعنی مناسبات روز دنیا رو میشناسن. و نقطه مقابلش هم مکمل تئوریکش هم میشه انواخت هم بحثای کارشناسانه، یعنی ما باید دائما تحلیل شرایط مالی اقتصادی حیات جوامع رو مد نظر داشته باشیم تا بتونیم تصمیمای درست بگیم یا جامعه رو از این که هست بهترش کنیم. در تعریف دوم از سیاست، مسئله اصلی عدالته، یعنی تمام روال ها و رویه هایی که ما رو پیش میدارن به سمت سازماندهی جامعه عادلانه تر، اینها مفهوم اصلی سیاستی، یعنی تمام مجموع رویه ها رو شما باید داشته که در مجموع نام سیاست برشون بذارید. نقطه شروع قطعا خود افلاطون، چون اینجا مسئله ایده عدالت و این ایده تقریبا ایده ابدیست، یعنی فرق نمی‌کنه شما در کدوم مقطع در کدوم جامعه باشید، هر بار که شروع می‌کنید به فعالیت سیاسی باید از اینجا شروع کنید. بعدی های اصطلاحی که خیلی جذابی داره اون که ما در این تاریخ خیلی طولانی و کش آمده و خب از دید خیلی ها بی پایانی به سر می‌بریم، اسمش رو عصر نوسنگی سیاست می‌ذاره. در عصر نوسنگی سیاست شما هر حرف سیاسی، هر گزاره سیاسی، هر کنش سیاسی که تصور می‌کنید یه چیز توش مفروضه، از یه چیزی نباید سوال کرد، یه مسئله رو نبایستی مطرح کرد، اون مسئله اسمش مالکیته. در گفتار بعدی ها هر سیاست حقیقی، منظورم از سیاست حقیقی کنش تفکر رهایی بخشه بر اساس رویه هایی که شما به سمت سازماندهی عادلانه‌تر جامعه برمیدارید. در هر کنش سیاسی حقیقی باید از مسئله مالکیت شروع کرد و اون کسانی که یا گفتارهایی که یا جریانهایی هر چیز دیگه که مسئله مالکیت رو مطرح نمی کنن، اونها متعلقن به تعریف اول ما سیاست، یعنی سیاست همون روال تسخیر و اعمال قدرت سیاسی و اداره رئالیستی اون قدرته. بعدی ادعا می کنی که نصر نوسنگی باید یه وقتی تمام بشه تا به تعریفش هست، نصر نوسنگی است و برای این کار هر گزاره سیاسی که به زبون میارید باید ابتدا مسئله مالکیت رو مطرح کنید و وقتی مسئله مالکیت مطرح بشه، وقتی متوجه بشه که قلم روی سیاسته، وقتی فهمید که در گفتار اقتصاد سیاسی اون بخش اقتصادیش مهم نیست. تحلیل اقتصادی در بهترین حالت کارشناس ها رو چند دسته میکنه؟ کارشناس های خیرخواه، کارشناس های واقع‌بین، کارشناس های نون به نرخ روز، کارشناس های دولتی. و خب دولت همیشه در واقع قلم روی ترکتازی کارشناس های نون به نرخ روز خوره. این طرف ما کارشناس های مکمل هم داریم، ولی کارشناس های اگر بحث اقتصاد سیاسیشون رو سیاسی نکنن، یعنی اگر از همون ابتدا نگن که مالکیت نه مقوله حقوقی است در درجه اول، نه مقوله اقتصادی است، حتی در خود اقتصاد سیاسی هم درباره مالکیت نمیشه حرف زد به درستی، مالکیت یه مقوله سیاسی، مقوله سیاسی کامله. و دقیقا تمام نظام های امروز که ما به نام دموکراسی میشناسیم، اینها همشون از یه جا شروع میکنن، از اینکه شما در مورد صحبت کردن در مورد مالکیت رو خیلی راحت و طبیعی بی دغدغه سرکوب میکنید. ما دائما در تمام انتخابات ها شرکت میکنیم، هی میگیم انتخابات آزادانه، انتخابات مشروط، انتخابات شکل امریکایی، شکل اروپایی، شکل چینی، شکل ایرانی، شکل ترکیب همه اینها، این مهم نیست. مهم اینه که از یه چیز حرف نمیزنیم، از مالکیت صحبت نمیکنیم. به همین علت در هر جای دنیا هر انتخاباتی یه رفراندومه، یه همه پرسیست برای سه گذاشتن به این که مالکیت خصوصی یه امر کاملا طبیعی است، نه تاریخی. هر فعالیت سیاسی باید از زیر سوال بردن نهاد مالکیت خصوصی شروع کنه، چون با هر بحثی که آغاز کنید، از نابودی محیط زیست، از بحران اکولوژی، از بحران‌های انسانی، از هر بحرانی که حرف بزنید، حتی از خود بحران‌های اقتصادی، همین داستان برمی‌گرده به یه سوالی که اون سوال رو هیچ‌وقت نمی‌شه طرح کرد. در سطح جهانی سوال نمی‌شه طرح کرد. به تعبیر بدیع علتش روشن، علتش اینه که همه به نام دموکراسی الفبای دموکراسی رو نقض می‌کنن.
الفبای دموکراسی حکم میکنه که شما هیچ گونه اولیگارشی رو نپذیرید. این چیزی که ما امروز داریم یه اولیگارشی فاسد مالی رسانه‌ای است، چه شکل‌های موسیقی ایرانی امریکایی، چه شکل‌های کمتر موسیقی اروپاییش و انواع اقسام گفتارهایی که نابرابری‌های مبتنی و نهاد مالکیت خصوصی رو تبدیل قلمداد میکنن و این نابرابری‌های تبدیل قلمداد شده هر گونه ایده واقعی از آزادی رو به شکل مصیبت‌باری تحریف میکنه. پس دوگانه ما دوگانه آزادی برابری نیست، دوگانه اصلی دوگانه گفتارهایی است که از مالکیت شروع میکنن. الان دیگه توی مقطعی نیستید که بگه بحث تئوریک یا آماری در مورد مالکیت باید بکنیم، مالکیت فوری فوتی ترین بحثه. همین الان بایستی نهاد مالکیت خصوصی رو زیر سوال برد، چون دفاع از نهاد مالکیت خصوصی به معنی انکار الفبای دموکراسی است. من جواب بعدی رو براتون خواهم گفت و دیگه بحث رو می‌بندم. تمام سیاست‌هایی که از زیر سوال بردن با زیر سوال بردن مالکیت خصوصی کارو شروع میکنن، دارم اشاره میکنن به چیزی که اسمش رو بعدی و فرضیه کمونیسم میذاره. در قرن بیستم فرضیه کمونیسم اولین و آخرین آزمایش‌هاش رو برای اینکه خودش رو اثبات کنه یا در واقعیت پیاده کنه اثر گذارونده، درک کنه این فاصله زمانی که ما برای آزمایش فرضیه کمونیسم پیاده کردنش داشتیم 7 دهه بوده. این 7 دهه رو بایستی در نسبت با یه تاریخی تعریف کنید که چند هزاره طول کشیده، یعنی هم عصر به اصطلاح نوسنگی سیاست. تو این فاصله شما یه آزمایشی داشتید که این آزمایش به شکست خورده. فقط مثلا اینه که هر فرضیه وقتی مطرح میشه تو اولین آزمایشش تقریبا محکوم به شکسته. تمام کسانی که بعد از اون دارن مبارزه میکنن در بهترین حالت سوسیال دموکراتن، در باز هم البته به شکل به این تعبیر دیگه بدترین و شایدن بهترین حالت، یعنی روکترین حالت، دقیقا ضد فرضیه کمونیسم. ولی فرضیه کمونیسم فرضیه است که نقطه شروع هر گونه مبارزه است، یعنی اصلا الفبای دموکراسی با فرضیه کمونیسم گره خورده. و این که اولین گامی که شما برای اثبات این فرضیه برداشتید به شکست انجام میده، حتی پیامدهای فاجعه بار داشته، به هیچ ازش نتیجه نمیشه که به همون تاریخ عصر نوسنگی سیاست ادامه بدید. برای وضعیت پیشنهاد بدیم اینه که 4 اصل اساسی برای فرضیه کمونیسم تعریف کنیم و اینها مختصات هر مبارزه ای رو تعریف میکنیم. ایده برابری رو هر کسی که پیکار رهایی بخش میکنه باید از خودش اول بپرسه که چگونه میشه بساط مالکیت خصوصی وسایل تولید رو برچید. تا این اتفاق نیفته هر کاری که ما میکنیم وضعیت رو وحشتناک‌تر میکنه و این وخامت گفتن وخامت نیست که ما پیش رو باشه، فاجعه همون چیزی که داریم فعلا توش نفس میکشیم و به زندگی توی چارچوبش ادامه میدیم. دوم اینه که باید که هر گونه تقسیم کار طبیعی جلوه داده شده بین وظایف مدیریت اجرایی خاتمه بدیم. شکل سنتی مارکسیستا به این میگفتن تلاش برای پایان دادن به تقسیم کار فکری و گردی، یعنی همون شکل زندگی بورژوایی که برای ما طبیعی تصور میشه. اصل سوم اینه که باید همه وسواس‌های معطوف به هویت‌های جمعی رو توی مبارزه سیاسی کنار گذاشت و این چسبیدن بیمارگون به دغدغه‌های ملی، هویت‌های ملی و بعداً زنیمش کردن ماجرای قومیت‌ها یا ترس از تجزیه طلبی و بعد اصلا مسئله سیگنیفایر به اسم امنیت، این خلاف در اون مبارزه هر گونه مبارزه سیاسی است. و رکن چهارم یا اصل چهارم اینه که بایستی دولت رو به هر ترتیبی تضعیف کرد و دولت دقیقا به همون معنی که در تمام مبارزات مارکسیستی بهش اشاره میشد، مبارزه مارکسیستی یا انقلاب کردن به معنای آغاز کردن فرایند محو تدریجی دولت به عنوان یک موجودیت حقوقی یا نهادی مستقل از جامعه و از اون طریق هر گونه سازماندهی قطعا سازماندهی منافی با نابرابری خواهد بود. برابری ما فکر میکنم باعث وقتی به برابری فکر میکنیم برابری رو ایده بگیریم مرکب از یک آرمان و یک اکسیوم و جدا از بیرون از صحبتی که میشه در مورد فرضیه کمونیسم کرد که اصول هر مبارزه رو تعریف میکنه، هر گونه بحثی یا ادعایی برای تحلیل برابری ها به نظر محکوم به شکست. متشکرم.